برآیند نیروها صحبت میکنیم. ممکنه سوال پیش بیاد برآیند نیرو یعنی چی؟ برآیند نیرو جایگزین چند تا نیروه. یعنی مثلا من به یه جسمی چند تا نیرو از طرفین وارد کردم، این جسمم تحت تاثیر نیروها یه تغییری خواهد داشت، یه جابجایی خواهد داشت. حالا همه نیروها رو بردارم یه نیرو اعمال کنم، تأثیر این یک نیرو معادل تأثیر تمامی نیروها باشه، به این یک نیروی جایگزین من میگم نیروی برآیند. ما برای محاسبه برآیند میایم تفکیک میکنیم سیستم های دو نیرویی و سیستم های چند نیرویی. ابتدا راجع به سیستم دو نیروی متعامد صحبت میکنم. سوال پیش میاد متعامد یعنی چی؟ دو نیرویی که کاملا بر هم عمود هستن یا زاویه بینش 90 درجه است رو میگیم نیروهای متعامد. اگر دو نیروی ما متعامد باشه، از رابطه فیثاغورس استفاده میکنیم و برآیند رو محاسبه میکنیم. و چنانچه نیروهای ما غیر متعامد باشن، بر هم عمود نباشن، میتونه کمتر از 90 درجه و یا بیشتر از 90 درجه باشه، در این شرایط از رابطه استفاده میکنیم شبیه به رابطه کوسینوس ها. با این اختلاف که در رابطه کوسینوس ها این علامتی که دارم به شما نشون میدم علامت منفی بوده، ولی اینجا علامت ما چیه؟ مثبت. آر دو مساوی اف یک دو به اضافه اف دو دو به اضافه دو اف یک اف دو کوسینوس زاویه مورد نظر. خوب توجه داشته باشیم دوستان من، منظور از زاویه‌ای که داریم میگیم زاویه بین دو نیروه، به شرط اینکه دو نیروی ما نقطه شروعش یکی باشه، نقطه اثرش یکسان باشه. اسلاید بعدی رو نیاز داریم؟ بله. بله. زاویه برآیند با هر یک از نیروها در سیستم‌های متعامد و غیر متعامد. در سیستم متعامد از تعریف تانژانت آلفا استفاده می‌کنیم. در سیستم غیر متعامد یکی از مثلث‌های تشکیل شده رو میاریم بیرون و از رابطه سینوس‌ها استفاده می‌کنیم. قبل از اینکه بخوام وارد مثال بشم و این مفاهیم رو با هم مرور کنیم روی مثال تا جا بیفته، یادآور میشم در هر متوازی الاضلاع دو زاویه مجاور به یک ضلع، دو زاویه کنار هم مکمل همن، یعنی جمعشون 180 درجه است. حالا روی مثال اینها رو با هم مرور کنیم. مثال اول، گفته در هر کدوم از شکل‌هایی که به ما داده، اولاً برآیند رو پیدا کنیم، ثانیاً زاویه برآیند نیروها با کدوم نیرو رو از من خواسته؟ با نیروی F1. دو تا نیروی من مقدارشون 10 و 8 کیلونیوتونه. بچه این سیستم متعامده یا غیر متعامد؟ متعامده، عمود بر همن. پس به کمک رابطه فیثاغورس به راحتی مقدار برآیند به دست میاد. 8 به توان 2 و 10 به توان 2 رو تو رابطه جاگذاری میکنیم، جذر این عدد رو میگیریم، شده 12.8. مقدار برآیند رو ترسیم کردم تو شکل پایین، توجه کنید، برآیند 12.8، زاویه‌ای که از من خواسته زاویه آلفا بین 12 و نیروی اف 1 رو خواسته، مثلث سمت راست رو در نظر میگیرم و تانژانت آلفا رو، تعریفش رو در اون این مثلث می‌نویسم، میشه مقابل به مجاور. مقابل من چنده بچه ها؟ این مقدار 8، مجاورم چنده 10. پس تانژانت آلفا میشه 8 به روی 10 و از ماشین حساب که استفاده کنیم مقدار آلفا به دست میاد 38.66. مثال بعد رو هم می‌بینیم. اینجا دو نیروی غیر متعامد به من داده، مقدار نیروهام 15 و 12، هر دو هم از یه نقطه شروع شدن، زاویه بین